اخبار رسیده از تونس، کشوری که در سالهای اخیر حکمرانی دولتهای مختلفی را تجربه کرده، حاکی از آن است که در راستای تنظیم قانون اساسی این کشور، اسلام از قانون اساسی تونس حذف خواهد شد. قیس سعید رئیس جمهوری تونس سپتامبر گذشته بخش‌های زیادی از قانون اساسی سال 2014 میلادی را به حالت تعلیق درآورد و ماه می گذشته نیز کمیته ای را مأمور تهیه اصلاحیه‌هایی در چارچوب یک پیشنویس مکلف کرد و از آنها خواست این پیشنویس را برای بررسی به وی ارجاع دهند. اما سعید باب اول قانون اساسی را که حاوی هویت دینی دولت تونس است تعلیق نکرد. وی صادق بلعید استاد دانشگاه 83 ساله و متخصص قانون اساسی را برای نظارت بر کمیته تهیه پیشنویس اصلاح قانون اساسی انتخاب کرد. بلعید میگوید به زودی پیشنویس قانون اساسی تونس را که در آن ذکری از اسلام به عنوان دین رسمی تونس وجود ندارد به قیس سعید رئیس جمهوری تونس تقدیم خواهم کرد. بلعید مدعی شد که هدف از عدم ذکر اسلام به عنوان دین رسمی کشور در پیشنویس قانون اساسی جدید مقابله با احزابی نظیر جنبش النهضه است که اسلام را مرجعیت قرار می دهند. وی افزود در فصل اول از باب اول اصول کلی قانون اساسی 2014 آمده تونس یک کشور آزاد، مستقل، دارای حاکمیت است که دین آن اسلام، زبانش عربی و نظام آن نیز جمهوریت است و 80% تونسی ها مخالف افراطگرایی و بهره برداری از دین برای اهداف سیاسی هستند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.